سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع هنر و حماسه، صلابت معنای اصلی حماسه. جلسه پنجم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. درسته ما به بعضی از نیازهای مهم خودمون توجه نداریم، ولی واقعش این است که نمیشه به این سادگی اون نیازهای مهم رو ندیده گرفت و به وسیله دیگری اونها رو جایگزین کرد. گاهی از اوقات راه گرفتن آسیبها، آفتها، ناخالصیها و احیاناً قلابی بودن برخی از صفات و رفتارها و کارهای خوب این است که ما ببینیم آیا چیزی رو جا نذاشتیم، خوبی ها متنوع هن. نیازهای ما متنوع هن. گاهی 3-4 تا خوبی رو بر میداریم و راهمون رو میکشیم و میریم جلو، با همینا زندگی میکنیم، با همینا مشغولیم. یکی از راه های این که بفهمیم آیا ما داریم درست میریم، ما یه وقت عاقبت به خیر نشیم چیم، بعدم به اون بگن نه این کارهای تو هیچ کدوم قبول نشده، تو اصلا کلن قلابی بودی یا کارات قلابی بوده، چیم؟ کم نداریم داستانهایی که به همون گفتن علمای اخلاق، کم نبوده داستانایی که تو تاریخ رخ داده. یکی از راه‌های کنترل این که مبادا من یه ایراد بزرگی تو پنهان هست اونو نمی‌بینم و اصلاحش نمی‌کنم، دارم با چند تا خوبی دیگه‌ای که برام ساده است زندگی می‌کنم، معامله می‌کنم، میرم جلو. این یه مبادای بزرگه، این یه سوال، یه نگرانی بزرگه. امیرالمؤمنین این نگرانی رو داشت. ما که جوجه ایم، این وسط که کاره نیستیم. سفارش خداست ولا تموتون نه الا و انتم مسلمون. مواظب عاقبت به خیریتون باشید. اولین حرفی که امیرالمؤمنین بعد از ضربت خوردن زد حکایت از خوشنودی او برای عاقبت به خیریش بود. فزت و رب الکعبه. خیلی ها ترجمه میکنن راحت شدم. راحت نشدم، یعنی چی راحت شدم؟ فزت و فائز شدم، رستگار شدم، نماز خون از دنیا رفتم، عاقبت بخیر شدم. دلیلش هم همون قسمتیه که تا خبر شهادتشو از پیغمبر اکرم گرفت، علی ابن ابی طالب علیه السلام بلا فاصله پرسید آیا من اون موقع دین دارم؟ آقا این چه سوالیه یا امیرالمومنین، شما تو خانه کعبه به دنیا اومدی، 100 مرتبه به عنوان امیرالمومنین پیامبر دستور داده مردم به شما سلام دادن، اصلا بحث عاقبت به خیلی شوخی بردار نیست. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داشتن با آیه اشراقی دامادشون راه میرفتن، ایشون نقل فرمودن ایشون از همون اوائل به رحمت خدا رفتن. این خاطر ما رو همون اوائل میگم، داشتم با امام میرفتم، به امام عرضه داشتم که امام اگر الان، یعنی امام به بنده فرمودن اگر الان جبرئیل امین بیان و به شما بفرمان که یه دعای مستجاب دارید، چه دعایی میکنی آقای اشراقی؟ ایشون میفرماد من از خدا میخوام تمام معارفشو به من بده، یا تعبیری شبیه به این. بعدشون میفهمند یه دفعه من به نظرم رسید که من از امام بپرسم همین سوالو.
گفتم امام راستی اگر الان از شما بخوان شما چی میگید؟ امام بلا فاصله فرمودن من از خدا میخوام خدا عاقبتم رو ختم به خیر کنه. چه درس بزرگیه. هرچی بچه مذهبی میبینید که دیگرانو آزار و شکنجه میده، نمیدونم بالاخره دیگه نابجا داره دیگران رو از خودش میرنجونه، اینا تو همین مایه هاست دیگه. هرکی که عقیدش درست شد که بلافاصله عملش درست نمیشه که، علاقش درست نمیشه که. هرکی علاقش تا یه حدی درست شد دلیل بر نیست که همش درست شده که. چهار تا عملش درست شد دلیل بر نیست که علاقاش هم همش درسته. خیلی ماها اصلا کارمون اینه. اون اول انقلاب که کسی میگفت اسلام تحویلش میگرفتیم و میگفتیم بازم الحمدلله این اسلام رو قبول داره، گذر. الان دیگه نفاق داره میرسه به مرحله آخرش. تو زل و بهن نفاق و اهله. خدا شاهده ما الان بعضی از نفاقها، انواع نفاقها رو تو کشور خودمون هم هست، نمیتونیم بگیم هیچی. بعضی از نفاقهای مربوط به کشورهای همسایه هم زبونمون بسته است، نمیتونیم بگیم. خیلی عجیب شد، نفاق پیچیده شده چی؟ غزه رو دارن بمبارون میکنن، اون آقای مال یک کشوری ادای انقلابی ها رو در میاره، نباید بمباران کنن، من میرم غزه. مثلا میاد غزه، ما از این دور میگیم بابا عجب خیلی ناخوب شدن ها، ببین رفت تو آتیش. اسرائیل هم میگه حالا چون اومده نزنید دیگه، ولی میزنیم ما بازم. حالا چیه ماجرا؟ از بالا بهش دستور دادن برو بگو موشک نزنن. اومده به اینا بگه تو خدا موشک نزنی. آقا چی داری میگی موشک نزنی؟ اون داری میزنه. ما فکر کنیم تو اومدی دنبال چی هستی؟ انقلابیون اسرائیل رو نجات داده. این گوشه دفتر یاد داشت کن، بعدن روش فکر کن. تو همه جنگ ها تا حالا اسرائیل خودش رو از معرکه میکشید بیرون یه جوری با فضاحت. تو این دوتا جنگ قبل از این جنگ اخیر، این جنگ اخیر رو انقلابیون اسرائیل نجات داده. دنبال چی هستی شما؟ میاد از یه کشور دیگه ای محکم تر همش بازی میزنه محکم به اسرائیل که یه افکار عمومی جمع بکنه و کشتی میفرسته و قایق میفرسته و بابا تو دیگه اصلا تو هر کجا اومدی؟ این همه ضد اسرائیلی شدی آقا جلال خالق این کارا رو میکنه. خدا ببینیم چی تشیه خدای من. بعد پیچ یعنی مدیر و مدبر ریشه‌کن کردن هر کسی تو سوریه است که بوی تشیع بده، نه اصلا شیعه باشه. آقا چی کار داری میکنی؟ یعنی آخرشنا. من حالا شما چون دارید گوش میدید و فوش فکر میکنید به شما میگم. حالا ببین من الان های حرف عقلانی به شما میزنم، روش فکر کن. یه احتمال بعد خواستی بیشتر تحقیق کنی برو چند تا روایت هم در مورد آخر الزمان بخون. اگر یه روزی یه نفاقی در منطقه ایجاد شد اومد اسرائیل رو از بین برد، گول نخوری ها، کار خودشو. اینا تا آخر پای اسرائیل وای نمیست دیگه، این اسرائیل به درد هیچکی نمیخوره، تموم شد. خب حالا چی شده؟ حالا اسرائیل به درد یه چیز میخوره. اون چیه؟ خودشون قربونیش کنن توسط یه جریانی. یعنی شما
شو خودتو بذار جای پنتاگون و سیاه و اینا، خوشت بیشتر از اونا میرسه، باهوشای اونا هم ایرانی هن. خودتو بذار جای اونا، اصلا چیکار کنی بهتره؟ همشو قشنگ فکر کن، همه احتمالاتو بگذار، بعد ببین به چه نتیجه میرسی. تا کی بگن بد صلح کنید با اسرائیل؟ تا کی بگن که موشک نزنید به ما؟ اصلا چی کارش کنن اینا؟ منطقه رو چی کار کنن؟ مشکل منطقه رو چجوری حل کنن؟ انقلاب اسلامی رو چجوری مهار کنن؟ یه دونه راه بیشتر نداره. یعنی اینا حاضرن از اسرائیل دست بردارن؟ بله، اینا خودشونن دیگه، مال خودشونه، خودزنی میکنن. من برج دوقلو رو نزدن، اینا به اسرائیل میزنن توسط خودشون. یه تحلیل عقلی دیگه به عنوان یه احتمال، بعد شما برو بررسی کن این احتمال دیگه ای معقول هست، بعد ببین این احتمال چقدر میتونه مردم منطقه رو فریب بده. من به شما میگم چقدر فریب میده، انقدر فریب میده که اندازه دو کشور انسان قتل عام بشه کسی ککش نمیگزه، انقدر فریب میده. و حالا این احتمال عقلانی رو کی هدایتت میکنه؟ برو اخبار مربوط به ظهور سفیانی رو بخون. شنیدی که سفیانی قبل از ظهور، بله؟ میدونی اول با اسرائیل میجنگه؟ بله؟ که بعد یه وجاهتی پیدا کنه بیاد سراغ ما. نفاق تو زل و به هم نفاق و اهله. ظهور یعنی سربریدن نفاق، نه سربریدن کفر. کفر رو پیغمبر اسلام سر برید، از اون موقع تا حالا تو نفاق گیر کردیم. حله؟ این دیگه توضیح ندم دیگه، حله؟ اینا رو حل نگی و 10 دقیقه وقت اضافی میشه چیز میشه. کفر رو پیغمبر سر برید. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. قرآن خدا گفت، ظاهرشو نگاه نکن آقا، نه ما میبینیم کفر است. اینا صدقه سر اون نفاق درون خودمونه. اونا و الا نیستن، اصلا اونا الان نیستن، این نیستنه. این که هستن یعنی نفاق هست، صدقه سر نفاق اونا هستن، ولی اونا نیستن. نفاق و آقا حل میکنه با ظهورش. منطقی و مدلای فوق العاده پیچیده شو بهت اشاره کردم، روش کار کنیم. تو جامعه اسلامی چی؟ بله، ما هم باید عبور کنیم از انواع نفاق ها، از نفاق هایی که درون خودمون هست. نفاق کم داریم، نفاق زیاد داریم. نفاقی که موجب میشه آدم متوجه نشه، حتی میدونید آخه بعضی از منافقین خودشون رو نمیدونن منافقن. درد اینجاست، اونتها مراتب رقیق تر نفاق. مراتب رقیق نفاق اینقدر رقیقه که روایتاش خونده بشه از این جلسه وسط دهه تعطیل میشه. همه میگن بابا این پاک ما رو منافق کرد، رفت دیگه هیئت منافقین. نمیشه که اینقدر رقیقه. خب حالا برگردیم به بحث خودمون، ما نفاق رو چجوری باید تو خودمون بگردیم پیدا کنیم حل کنیم؟ نفاق رو چجوری باید بگردیم پیدا کنیم درستش کنیم؟ یکی از راهاش اینه همه شاخصه ها رو کنترل کنیم، شاخصه های رشد رو همه رو کنترل بکنیم. نگو این یه دونه مهم نیست، حالا بی خیال، من اصلیاشو دارم. همون اصلیاش یه وقت میبردت جهنم. الان به یه کسی بگی خب مهمترین اصل اصول دین که یک اصل اجتماعی و یک اصل اخلاقی چیه؟ میگه عدالت.
خب تو عدالت رو دوست داری؟ آره. میدونید 4000 نفر عدالت طلب و امیرالمومنین گردن زد. نگو حلی حالا حل دیگه، این دیگه گفته عدالت دیگه همه قالو قرمز پهن کنن لوین بندازن، این شازده گفته عدالت، میدونی فهم یعنی چی؟ برو کنار، برو کنار که اومد. آقا عدالت مگه مهم نیست؟ بله، به همون اهمیتش هم بهتر از هر عامل دیگه تو رو میتونه ببره جهنم. بله دیگه، مگه شما ندیدید تو خوارج در گوشی هم بگیم بعضی از ایرادایی که از امیرالمومنین علی علیه السلام میگرفتن انصافا عدالت خواهانه و درست بود. اون تا به ظاهر میگفتن این اشعث پیش تو چی کار میکنه؟ این آدم بی خودیه، چرا شما تو دستگاه داری این آدم رو؟ درست میگفتن. سندش رو بیارم، دخترش امام حسن رو کشت، پسرش امام حسین رو کشت، خودش هم مذاکره جنگ صفین رو تحمیل کرد. آدم این بدتر میخواد. خوارج اعتراضشون به امیرالمومنین یکی از محوراش اشعث بود. حالا کیو جمع کنیم ما؟ میدونید شما عامل جنگ نهروان اشعث بود؟ بلا امیرالمومنین نمیخواست اونا رو بکشه، باهاشون توافق کرده بود، با خوارج اومدن تو شهر. عجب آدم رزلی بود. 6000 نفر لشکر جدا شدن گفتن یا علی تو اشتباه کردی باید توبه کنی. آقا امیرالمومنین هر روز چند چی توبه کنی؟ گفتن باید توبه کن، ما توبه کردیم به تو، ما اشتباه کردیم به تو، سر تامین کردیم، توبه کردیم، شما هم توبه کن. آقا فرمود از من استغفار میکنم از همه گناه ها. گفتن همین بسه. آقا علی توبه کرد. و آقا امیرالمومنین فداش بشم که همیشه توبه میکردن، همیشه لایعلفشون برقراره. دعوا خوابی اومدن اشعث شنید اومد یه جایی انقدر اذیت کرد آقا رو. آقا شما توبه کردی؟ از اون توبه کردی؟ از اونی که اونا گفته بودن؟ تو که به وظیفت انجام عمل کردی، تو که نمیخواد توبه بکنی. آقا اون نه، من از اون توبه کلا توبه کردم. رفت گفت نه آقا که اون توبه نکرده. 4000 نفر دوباره اومدن بیرون. ابن عبدالحدید میگه هر جا فتنه ای زمان امیرالمومنین هست نقشش از تو اونجا معلومه. و حالا خوارج حرفشون بعد ابن ابی طالب چی بود؟ اینکه تو اگه آدم درستی هستی اشعث میشه تو چیکار میکنی؟ حالا علی چه جوابی بده؟ حالا امیرالمومنین چی بگه؟ نمیتونه هیچی بگه. بعضی چیزا توضیح دادنی نیست. جنگ خوارج اگه نبود آقا دوباره لشکرکشیش به علیه معاویه موفق شده بود. جنگ خوارج اگه نبود ابن ملجم هم امیرالمومنین رو انگیزه قتل نداشت. جنگ خوارج اگه نبود نوبت به یزید نمیرسید. جنگ خوارج اگه نبود کربلا پیش نمیومد. همین یه آدم تو دستگاه امیرالمومنین خوارج هم میگفتن که این اشعث رو بیرون کن. آقا خب مصلحت هایی میبینه، شرایطیه، همه نمیتونه برای تو توضیح بده. اونا هم نمیتونستن توضیح بشنون، اطمینان هم نمیکردن به علی ابن ابی طالب عدالت خواهیشون گل کرده بود. اینو من برای چی مثال زدم؟ برای اینکه ببین عزیز من، به هر خوبی داری نناز، دیگه خوبی از عدالت که بیشتر نیست که. دومین اصل اصول دین هست تا مبنای اخلاق و ارزش‌های بدیهی اخلاقی و انسانی. اصل حکومت آقای امام زمان هست، مهمترین وصف علی ابن ابی طالب هم هست. دیگه خوشون خوشونت باشه دیگه، دیگه اگه عدالت گرا شدی دیگه کلاتو بنداز آسمون دیگه. حله؟ حالا با عدالت چند نفر رفتن جهنم بشمریم؟
آدم بعضی از حرفا رو خدا شده نمیتونه بزنه. بعضی وقتا میری تو این دسته های عزاداری آدم های بی ادعای بی زرگا، احساس میکنی چه آرامشی هست. تو بعضی از مسجدها از در نمیتونی بری تو. بابا اینا که دروغ نیست، چند تا داستانشو میخوای تا صبح برات بگم؟ سلیمان ابن سرعت داد میزد امام حسن تو ما رو ذلیل کردی، امام حسین تو قیام کن. آقا میفرمود بابا امام منم هستا، صبر کن. امام حسن به شهادت رسید، انگار سلیمان خوشحال شد، گفت حالا دیگه قیام کن دیگه، حالا دیگه ده کار دست شماست. گفت بابا امام وقتی عوض میشه راه که عوض نمیشه که، همون تشخیصی که ایشون داشت من هم دارم، خب فرق نداره. دیگه یزید که اومد در رأس نامه نویسندگان، بعد آقا اومد کربلا، سلیمان کجایی تو؟ بس خواهد بعدن توبه کنه، الهی فداش بشم شهید شد، ما نمیخوایم. بعدن شهید شد دیگه. از زهیر قدار بنده یار عثمان داشت رد میشد، هرچی امام حسین پیغام داد نیومد، خانومش یک کلمه بهش گفت که زوی خجالت بکش، پسر فاطمه است. هی میگه آدم نباید حرف زنشو گوش بکنه. یه وقتی خدا یه حرفی آخه یه جایی بهت میرسونه دیگه. رفت و رفت و رفت و رفت، خانومش هم جا موند ازش. چی میشه بعضی عاقبت به خیر میشن؟ رفقا هر جلسه ای گیر آوردید هر شاخصی رو داشتن میگفتن، برید اون شاخص رو بردارید، چک کنید، امتحان کنید، آزمایش خون روح خودتون رو بگیرید. یه وقت این تیکش کم نباشه، همین تیکه آخر سر بزنه همه رو داغون کنه. نگی الحمدلله ما دیگه خیالون میدونی یه کمی راحته، نمازمون الحمدلله به جایه، خم زکاتمون هم که میدیم دیگه، چی برات بگم، دلم برات بگه، روزمون هم که برقراره و جهتگیاره که کلن بله و دیگه چی بگم، ده تا دیگه هم بگو تا من بگم. بعد من میگم چی؟ میگم هیبت هم داری؟ هیبت کی رو چند؟ یه وقت دیدی همین که هیبت نداری مالی یه وقت مال یه ایرادیه که این ایراده آخر سر کار دستت میده. بشین بررسیش کن. البته هیبت بحث سختیه، این مقدمه پیش گفتار امشب، بریم تو مقدمه. هیبت بحث سختیه، هیچ کس هم مطرح نمیکنه چون جرأتش معمولا نیست. چرا؟ چون آسیبش خیلی زیاده، حرف بهت زیاد میزنن، کم آدم خشن داریم. حالا تو هم به خشونت بدم. بابا صبر کن، حالا ما کی گفتیم خشونت؟ چرا دیگه، هیبت همون خواهر کوچیکشه دیگه. من داشتم رد می شدم روز تاسوعا با ماشین از قم می اومدم می رفتم هر سال، از کوچه پس کوچه ها انداختیم، یه دسته جلومون در اومد. گفتم ببین تا نپیچیدی یه ذره این بغل جا هست، یواشکی بگو اجازه میده. اومد یک کمی این ور گرفت، طرف کوبید رو ماشین محکم. گفتم وایسا هیئت مگه نمیبینی؟ گفتم وایسا من موضوع تاسو آهی یا اول فضل بگه ما رو انداخل ما ماشین پشته بود. سب کن بابا، باشه حالا تو داری یا اول فضل میگی نزن. بعد وایستاده و این هم همجوری نگاهی کرد و بعد اومد بغل دستی راننده هم یه نگاهی بکنه. اه حاجی توی؟
ببخشید من نه ما وایسادیم نه بذارید یه فکری بکنم نه تو خب حالا شاید اونم حالا ما روزه خون بودیم الحمدلله رحم کرد به ما خب شاید ما ضد انقلاب بودیم ضد امام حسین بودیم به ما یه محبتی میکردیم ما هم آدم میشدیم ها حالا تو هنوزون از هیبت بحث نکردین همه شون ماشاءالله هیبت دارن نه اینه اون هیبت درسته نیست حالا وارد بحث میشیم هیبت درسته آدم اول وادار به مهربونی میکنه چون توپش ذاتن پره قیافه برای هیچکی نمیگیره اصلا نیازی نداره قیافه بگیره برای کسی اون هیبت درسته اون عزت درسته اون خشونت درست خشونت هم آقا مگه درست میشه ببین شروعش نکن دیگه تو هم چی بازی داری در میاری بیرون فکر نکن ما کلمه میترسیم برگشت پیامبر اکرم فرمود که لا تشکو علیان اینقدر شکایت نکنید از علی ابن ابی طالب انه خشنون فی ذات الله علی ابن ابی طالب خشن در راه خداست کم نمیذاره بعدتون میاد بیاد دیگه نهید شکایتش میشه من بکنین علی همینه حالا تو نکنی یعنی خشونت نجس شد و حرام شد و خشونت به جا نداشته باشی که مردنی هستی بعضی ها اصلا کاری جز هوچیگری ندارن اصلا ذاتن ها هوچیگری منتظرن تو یک کلمه بگی هوچیگری کنن فقط صبر کن آقا کجای کاری درست گوش بده حرفو خشونت علی ابن ابی طالب که بد نیست بعد از هزار مهربانی خشونت میکرد ما داریم از اون صحبت میکنیم بله هیبت این آسیبو داره صلابت حالا صلابت کلمه دقیق تریه صلابت این آسیبو داره که بعضیا اداشو در میارن بعضیا با صلابت مردم آزاری میکنن بعضیا پشت صلابت بد اخلاقی میکنن بعضی ها بله این آسیبشه ولی میخواید ما از این صحبت نکنیم یه وقت این کم بوده پدر ما رو در بیاره چی؟ ضمن این که حالا من در مورد صلابت کیا دیگران رو اذیت میکنه برمیگردم صحبت میکنم ولی امشب یک کلمه باید صحبت کنیم اول صحبتیه سر این که ما صلابت حالا چی شد شما یاد صلابت افتادی از بین این همه شاخصه های خوب اگه آقامون داره میاد اگه انشالله ظهور نزدیکه پادگان سربازهای حضرت جز این هیئت هاست می فرماید سربازان حضرت وقتی جایی دارن حرکت می کنن رعب اونها قبل از اینکه اینها برسن و جنگی صورت بگیره دشمنان رو می کشه من نمیدونم کی ولی بذار سفیانی ظهور کنه بعد تو جمله جمله این حرفا رو باید بری با طلا تو جامعه بنویسی کار کنه تا این صلابت جهالت رو برطرف کنه دوستان دقت بفرمایند به این جمله‌ای که من عرض کردم صلابت جهالت رو برطرف کنه صلابت همیشه منطق جهالت رو برطرف نمی کنه گاهی صلابت جهالت رو برطرف می کنه چون طرف نمی فهمه و نمی خواد بفهمه این صلابته یه دفعی طرف رو یه کار می کنه بشینه بفهمه بشینه فکر کنه شاید فهمی همه یه جور هدایت نمی شن آدم های اهل علم نباید احساس بکنن که نماینده همه خلق عالمن. بعضی اهل عملن، بعضی اهل احساسن. بعضی ها رو دلشون رو باید برد، بعضی ها رو باید عملی اونا رو تربیت کرد.
یه مثال بزنم از امیرالمومنین، چون هیچ وقت بحث صلابت نبوده شما این مثال ها احتمالا نشنیدید. من از این مثال ها بخوام بزنم این روزا یه کمی مثال های نادر میشه. داشتن یه آب مختصری بود یه جایی، همه جمع شدن وضو میگرفتن، یکی دیگران رو هل میداد. علی ابن ابی طالب هم هل داد. نوشته امیرالمومنین یقش رو گرفت اومد این طرف محکم کوبیدش زمین، گفت این فرمود این کارو باعث کردم تا دیگه کسی رو هل ندی. یا علی ابن ابی طالب ابتدا صحبت بفرمایید. اینا یه خانواده ای هن که بعضی وقتا بهشون گفته میشه که آقا جون فلان جوون پشت سر شما نماز میخونه چشم چرونی هم میکنه، آقا میفهمد ولش کن خودش درست میشه. من این نگفتی نماز میخونه، نمازش درست میکنه. کنار خانه کعبه یه جوونی چشم چرونی میکرد، این یکی دیگه بود، اون نبود. امیرالمومنین یک کشیده خوابون تو گوشش، چند دور دور خودش چرخید، رفت پیش خلیفه وقت، او علی منو سیلی زده، داد منو از علی بستان، کنار خانه کعبه امن و امان، چرا آخه کو قاضی کو چی؟ اون خلیفه وقت علی ابن ابی طالب رو صدا زد، گفت یا علی چرا ایشون کشیده زدی؟ گفت این کار خلاف رو انجام میداد، خانه کعبه رو داره آلوده میکنه، زدمش دیگه این کار نکنه. خلیفه مسلمین برگشت به اون گفت عین الله تو رو دیده، ید الله تو رو زده، به کی میخوای پناه ببری؟ برو. البته توضیحات دیگه هم داره، یه زبان حال هم توش هست که دیگه گفتنی نیست. صلابت ویژگی برتره، ویژگی مهمه یاران آغاز. بله به شدت فروتر هم هستن. نه آقا میشه حالا ما فقط صلابت داشته باشیم؟ خوشمون اومد از این صلابت. تو اگر صلابت داشته باشی برای یه کسی با این صلابت قیافه بگیری، خدا پدر تو در میاره. مثل این میمونه که شب نماز شب خونده باشی، یه دستمال عشق ریخته باشی، بعد دستمال عشق تو بیای روز بفروشی، میگه ببین من اینم، من اینقدر گریه کردم، میشد حدود نصف لیتر، حالا من تحویل بگیرید. چقدر زشت این کار، ملت همه خندیدن. صلابت معنوی تو باهاش مردم رو بچزونی، تو باش برای دیگران قیافه بیای، این که خدا دشمنت میشه. حالا یه کسی هیکلش قویه، گول هیکلش رو میخوره، اون اگه کسی رو بزنه از زور هیکلش خدا اون رو نابودش نمی کنه. ولی تو صلابت معنوی پیدا کنی، بعد با صلابت معنوی به کسی ظلم کنی، خدا پدرتو در میاره، آنن در میاره. پس یکی از ضرورت‌هایی که ما به بحث صلابت می‌پردازیم آستانه ظهوره. آقای امام زمان مرد می‌خواد تربیت کنیم. من که نمی‌خوام تربیت کنم، یعنی ما تربیت بشیم. منم پشتر شما هر چی رشد کنید انشالله منم دوباره خودتون می‌کشید دیگه، چاره‌ای نداره، رفاقت دیگه، عالم رفاقت. شما که قد بی‌وفا نیستی و ما هم دنبال خودت میکشیم. من خیلی دوست دارم رفقام خیلی کلاسشون بالا باشه، سطحشون بالا باشه، حتما این چیزش به ما میرسه. اینجوری نیستش که، بالاخره رفیقه دیگه، دعا میکنه، بالاخره باهاش میگردیم، مجبور میشیم مثل اون باشیم، کم کم آدم میشیم. صلابت یکی از دلایلش ظهوره. دلیل قبلیش هم که کلی تو پیشگفتار عرض کردم، نبین یه موضوع فرعیه، بگرد تو خودت، اگه نیست ببین چرا نیست. بریم وارد بحث بشیم. صلابت برای بعضی ها سوء تفاهم پیش میاره. یه وقت طرف نیاد
قدبازی خودشو، غرور خودشو، تکبر خودشو، انعطاف ناپذیر خودشو اسمشو صلابت بگذاره. خب اولا شما به طرف، برای اینکه طرف نیاد اینجوری بشه، به طرف بگو که شما انعطاف پذیرتر از همه باش فعلا اجالتا. یه داستان براتون بگم یه کمی روشن بشه ما تو چه فضایی داریم صحبت میکنیم، که ببینید اینا واقعیه. اولیای خدا خیلی صلابت دارن، بعد اینقدر تلاش میکنن صلابتشون رو خرج نکنن، مصرف نکنن، که حد و حساب نداره. مرحوم شاهابادی استاد حضرت امام، استادی که حضرت امام فرمان روحی له الفدا، خیلی نقش داشت در شخصیت حضرت امام، جدا از ظرفیت ذاتی حضرت امام، خیلی شاگردی کرد، بهترین نوع شاگردی رو انجام داد. آقای شاهابادی از حمام می اومد بیرون، یکی از این افسرهای طاغوتی یه تیکه بهش انداخت، نمیدونم چی گفت. آقا جواب ندادن اومدن. فردا صبح تو درس دیدن تشییع جنازه است، فهمیدن تشییع جنازه کی از جلو مسجد رد شد، گفتن همون آقایی که به شما تیکه انداخت. آقا ناراحت شد. آزاده‌هاشون می‌فهمن تا نوشته تو اون کتاب تا آخر عمر هر موقع یاد این قصه می‌افتاد ناراحت می‌شد. گفتن شما چرا ناراحت می‌شی یاد این قصه می‌افتادی؟ می‌افتی هر موقع. خب یه دشمنت بود، تیکه انداخت، خدا زد دیگه، دیدی؟ حساب دستش اومد؟ فهمید حالا؟ همه کیف کردن مریدات. ناراحت می‌شی. می‌فرماید کاش من اونجا خودم یه حرفی بهش زده بودم، به دست خدا نیفتاده بود پدرشو در بیاره. اگه من خودم جوابشو داده بودم، خدا می‌فرماید دیگه تو خودت جوابشو دادی، من می‌زدم محکم می‌زدم. اینقدر مراقب بقیه‌ام و با صلابتش کسی رو اذیت کنه؟ حالا روانشناسانش چجوریه؟ واقعا میشه کسی صلابت داشته باشه، اون صلابتی که شما میگید، و حواس نکنه با این صلابت کسی رو اذیت بکنه؟ اصلا محاله. محاله که عزت حقیقی توپر کسی داشته باشه، اصلا دیگه نیاز نداره باهاش خرید کنه. کسی عزتش تو خالی باشه، هی دستاشو بنزه یه هندونه باز میکنه، آهای نفس کش، آره ببین من خیلی گندم، خیلی همه کارم. این مال اینکه گرسنه است، گرسنه عزت داخلیه. تو باید نوکرم چاکرم میگی کیف کنه، ولی کسی تو ذات وجودش عزت باشه، سیرابه، لبریزه. ملائکت الله وقتی که بهش بگن جانم شیر اومد، خدا وقتی اینجوری تحویل بگیره، عزت عزیز بودن یعنی گران سنگ بودن، گران بودن. خدا به کسی عزت بده، این توپش پره. اصلا میخواد، اصلا چون خودش رو لایق این عزت نمیبینه، هی میخواد بیشتر تواضع کنه، هی میخواد بیشتر ندید بدید بازی در نیاره، برعکسش عمل بکنه. عزلتن علی المؤمنین، اینقدر شدیدن فروتن نسبت به مؤمنین. آقا من یه دو تا ویژگی به شما بگم. یه ویژگی داره مؤمن، سخت عزیز نسبت به کفار و دشمنان، فروتن نسبت به مؤمنین. تو قرآن کدومش مقدمه؟ فروتنش مقابل مؤمنین مقدمه. اون رحما و بینهم که اون داستانش فرق میکنه با این. اونجایی که یاران آخر و زمانی رو خدا توصیف میکنه در سوره مائده، اول عزلتن علی المؤمنین، بعدن عزتن علی الکافرین. اینقدر مهمه این فرو افتادگی در مقابل مؤمن. طرف توپش پر نیست، میگه به من احترام بگذارید. ملائکه بهش احترام بذارن، یه نیاز نداره کسی بهش احترام بگذاره. این کسی که میدونه اشاره کنه، ورق رو برمیگردونه، بیمار سرطانی براش بیارن، برگرده بگه خدایا اینو دوست دارم شفا بده، تمام معادلات عالم به هم میخوره، شفا پیدا میکنه. اون که میدونه اینقدر توپش پره، دیگه برای کی قیافه میگیره؟
برای چی قیافه بگیره؟ دیگه همه کوچولو میشن پیشش، بچه که زدن نداره که. صلابت مؤمن، مؤمن رو مهربان میکنه، چون نیازی نداره به کسی بزنه. صلابت ذاتیشه. یه شهیدی بود، شهید نعیمی، تکواندو کار و بی حرفا بود، حالا ورزش های رزمی خاص بلد بود، شیمیایی شد زمان جنگ، خیلی میرفت جبهه، بعد به شهادت رسید، بسیجی مشتی بود، واقعا زورش زیاد بود، یعنی این کاره بود دیگه. یه روز مجاهدین خلق اعضاشون ریختن تو خیابون، کارتک دستشون دادن، آقا هر کیو دیدید بزنید. من اصلا نمیدونم این چه استراتژی بود، کی برای اینا طراحی کرده بود، با همین عبه رفتن تموم شد. بچه بسیجی هم اومدن، حالا اسلحه، کوکتل مولوتوف، اصلا همه رو، فقط آشوب بشه، فقط آشوب بشه. خب یکی از کسانی که خوب فرمانده پایگاه هم بود این بود. بعد بچه ها تعریف میکردن، میگفتن این مکافات داشتیم. هی میگفت بچه ها نزنید، نزنید اول حرف بزنید. میگفت بابا این داره میزنه، اصلا این حساب کتاب سرش نمیشه، بذار بزنید. و هم میگفت خودش اینجوری میکرد، میاد میگرفت طرف و دستشو، بعد دست کسی رو میگیره، اون که دیگه نمیتونست دیگه بدبخت سکون بخوره، میگفت خودت اینو بنداز پایین، این تیغه رو بنداز پایین، خودت میخوام بندازی پایین. مثلا طرف قلچماق بازی در میاد، دست رو یه فشار میداد، این مثلا میومد، بعد میگفت میری خونه یا نه. این طرف یه کمی قیافه میگرفت، این دستشو اینجوری میشکست، میگفت بالا بالا، ولی میگفت آی صحبت میکرد. اصلا همینجوری که شما الان بگو به خنده ها، اونجا اصلا بچه ها که از کارهای این روده بر میشدن، میگفت این تا دقیقه 90 نمیزد. بله، چون زورشو داره دیگه، بچه بزنه. یه نمونه است شهید نعیمی، خیلی خیلی عجیب بود. اصلا تو میخوای به کسی ظلم نکنی، قوی باش، ضعیف بیشتر ظلم میکنه. من صبر میکنم این کلمه رو برای خود تکرار کنی، نفسم تازه بشه. تو این 10 بار باید به خود بگی. میخوای به کسی زور نگی، قوی باش. قوی باشی دیگه زور نمیگی. اتفاقا این علامت ضعفت، زور میگی به کسی. ما یه زمانی ماشین نداشتیم. بذار تجربه عرفانی خودمو براتون بیان کنم. بعد می اومدیم هی به بابامونم میگفتیم، بابامونم خوشش میاد ما با لباس و با حمام آوار خیابونا باشیم، میگفت تو مردمی این بهتره. حالا دیگه تا گذشت و دیگه بعضیا مجبور شدن به ما ماشین بدن، بدن اینکه کارشون را نمی افتاد. خب دیگه حالا ما دیگه ماشین داشتیم. بعد تو تهران رفت و آمد تهران و قم، دیگه ماشین دیگه واجب بود، ولی توی قم ماشینمون رو میذاشتیم خونه. گفتیم که این یک تجربه عرفانی بود. بعد اینکه ماشین داشتیم و خونه بود، حالا کنار خیابون با آرامش بیشتری میستادیم. تاکسی؟ ما خودمون ماشین داریم. حالا نمیخوایم استفاده کنیم. اصلا این خودش یه لطفه، من دارم به تو میکنم. واقعا حس آدم اینجوری میشه دیگه. نکنم با خودمونم داریم. حالا من دیگه تجربه عرفانی بالاتر از این نداشتم برای شما نقل کنم. دقت کنید، نه دقت کنید، تجربه عرفانی بالاتر از این میدونید چیه؟ که من فکرشو کردم ها، که اگه من برسم به این تجربه عرفانی چقدر از نظر معنوی آدم قوی تری خواهم شد. حالا تصور کنید من تو خونه یه بنز داشته باشم، بیام بیرون، توپم خیلی پرتره، بنز خاور نهایه، بنز مثلا، حالا بنز در BMW، این ماشین خیلی آخرین مدل دیگه. اگه تاکسی هم بیاد قرازه باشه، میگیم خب یکم این تاکسی قرازه هم سوار شه، اینم یه صفایی داره برای خودش. به خدا آدم اینجوری میگه.
حالا ما این تجربه نداریم ولی آدم میتونه بفهمه دیگه. تو که داری دیگه، حالا قراز هست بشین دیگه. ولی وقتی که نداشته باشی همونا هم تاکسی قرازی می... تاکسی های شهر هم درست نمی کنن. این چه وضعیه؟ ولی توپ خودش پر باشه میگه آقا جون چه تاکسی؟ قبول آقا، خرابه، قرقر صدا میده، عیبی نداره، فدای سرت، میشینه. آدم آدم باشه. روایتش هم بخونم براتون که وقت فکر نکنید ما داریم لطیفه میگیم آخر شبیه. روایت اینه، میفرماد آدم شریف، حالا نه اینکه بنده شریف هستم، من هنوز تجربه نکردم بنز داشته باشم وقت معلوم میشه شریف هستم یا نیستم، ولی تا همین مقدارش خلاصه شکر خدا آدم شریف که باشه هر چی داشته باشه ازش میگذره، از اون مرحله گذشته. و خداوند متعال میفرماد من آدم های شریف و گاهی از اوقات با نعمت، گاهی از اوقات، نگو من نعمت بهم نداده من شریف نیستم، نه، تو نعمت بهت نداده، شریف هم هستی، تو رو یه جور دیگه میخواد تربیت کنه. ولی بعضی وقتا آدم شریف و با نعمت بهش میدم. مثلا عرفا رو نگاه کن، عرفا قدرت های خارق العاده پیدا میکنن. مثلا نگاه میکنه میبینه میتونه از اون ور کره زمین هر انسانی رو اراده کنه یه چشم بر هم زدن بیاره اینجا. خب این قدرت های عرفانی تو قرآن اومده دیگه. یاران حضرت سلیمان تخت بلقیس رو براشون آوردن، اینا افسانه که نیست، دارن، خیلی ها هستن دارن. یکی از سنگین ترین این قدرت ها رو خود حضرت امام داشت، یکی از عرفا میفرمود. خب حضرت امام اهل بروز دادن این حرفا نبود. خب خدای تو چرا به اینا قدرت میدی؟ اینا اومدن عبادت بکنن. میفرماد من میخوام دیگه خطا نکنم، همه چی بهش میدم، میگم بیا مال تو، دست نزنی ها، بریز دور، دیگه نگاه نکن. آقای بهادینی رضوان الله تعالی علیه قدرت های خارق العاده مثلا نگو، مثلا این حرفا نزن پیش ایشون، زشته. مثلا بخوای بگی آیه بهادینو با قدرت هاش بخوای بیان کنی، منم مثلا چیزایی که ازشون نقل شده صریحا عجایب ازشون مثلا نمیگم. دامادشون به من میفرمون من رفتم تو خونه دیدم نشسته تو عالم فکرشه که فکر ایشون ذکر بود، بعد بچه‌ها شروع میکنن این ور میزنن اون ور میزنن. اومدم گفتم که آقا بچه ها ساکت، من نمید آقا نشستن اینجا، بردمشون کنار. یه دفعه شما من نگاه کرد گفت چیکار داری میکنی؟ بچه ها چیکار داری؟ بازیشو داری میکنی؟ گفتم آقا چون سر صدا میکنه شما اذیت میشین. گفت شما چیکار داری؟ من دارم اذیت میشم. بچه باید بازیشو بکنه. دلش نمید بگه بچه ساکت. اینی که این آدمی که اراده بکنه، همه رفتن اون اتاق گرفتن خوابیدن. یه عالمی میفرماد من داشتم میرفتم پیش آقای بهجت، پیش همین آقای بهادینی رضوان تعالی علیه، تو راه ناراحت بودم از نگاه مردم، میگفتم من برام نگاه مردم مهمه، آخه من تا کی تو این بیماری باشم، آخه من چرا نجات پیدا نمی کنم. همجوری داشت، آدم حسابی بوده، خب درداشو میشناخته، خب الحمدلله. حالا یکیش هم گیری شناخته گیر داده درست بشه، ناراحت بود. میگه اومدیم پیش آقای بهادینی، کعده ای بود دورشون نشسته بودن، گپ و گفتی بود، یکی همی سکوت شد، بعد آقای بهادینی برگشت یه نگاه به من کرد. حالا هیچ که همی چی نمیدونه یعنی چی نگاه مردم، نگاه مردم اصلا نگاه مردم چی هست؟ دستشم دوبار اینجوری کرد یا یه بار. ما گفتیم که عجب، آقای بهادینی متوجه شدن ما دردمون چی بود. از جلسه اومدم بیرون دیدم دیگه این احساس تو من نیست، زد انداخت بیرون. آدم شریف بهش عزت بده، با صد تا دلت بخواد تواضع میکنه. بهش قدرت بده تا دلت بخواد ازش استفاده نمیکنه. یه امام جماعت تهران هست، از اینجا بری سر خیابون ولی عصر میرسی به انقلاب، مستقیم بری میرسی به مسجد.
امام جماعت بود، الان دیگه نیست. آقازادهشون رفتم شاهی بهجت، آقای بهجت بهشون فرمود که پدرتون چطورن؟ خوبن. دیروز سوار قطار کردم رفتم مشهد، رفتن مشهد زیارت. چرا سوار قطار شدن؟ من فکر کردم منظورشون اینه که چرا هواپیما سوار نشدن مثلا. خب میدونه مثلا، گفتم حالا هواپیما که پول نداریم، ماشینم مثلا سخته، قطار سوار شدن. آقای بهجت فرموده باشم بهشون که نه من اینو نمیگم، به پدرت بگو میخواد برای یه سفر زیارتی بره بیاد از تیل ارزش استفاده کنه. چرا استفاده نمیکنه؟ محض اطلاع شما ایشون در یک سفر دیگر مشهد در ماشین تصادف کردن، فوت کردن. نترس، عزت، اون تیزی و زبری مؤمن تیغش آدم مظلوم رو نمی بره، آدم معصوم رو نمی بره، هر گناهکاری رو هم نمی بره. فقط این شمشیر در نیام هست برای اینکه دشمن تولید نشه، تولید نشده درو بشه. ببینید این مرا اونه. پس امشب در مورد آسیب صحبت کردیم. یا آیه قرآن بخونم ضعیف کشه، ضعیف کش نه، ضعیف کش تعبیرش درست نبود، ضعیفا رو میریزه دور. ضعیف کش باشه، ضعیف کش یعنی ظلم. سوره مجادله. آقا جون برو این آیه رو بنویس بزن جلو چشمت، محکم میشی، قرص میشی، سقر میشی، قوی میشی، توپ پر میشه. یه کسی تمسخرت کرد واه نمیری، احساس خوشبختی میکنی. قوی باش، حماسه یعنی قویه، صلابت داره. بابا جنگ نیست الان بخواد بره حماسه کنه. بابا ما با جنگش چی کار داریم؟ این توپش پر باشه، توش چه خبره؟ به خدا اگه قوی باشی ها شب نونم بهت نرسه، ها میگی ابی نداره، اون نرسید دیگه، مهم نیست. آخ من چقدر دوست دارم این لاتی حرف زدن. چیزی ها ببخشید ها، وقت منو متهم نکنید، من فکر کنم قرآن رو هم بعدم جوی لاتی خوند، چون آیه های قرآن اکثرا لاتی لازم شد. یکی بیرون جلسه گیر نده بگه لات میدونی یعنی چی، آدم فلان فلان شده، یعنی داشمشتی. حالا من این آیه قرآن رو چجوری بخونم؟ همین آیه بفرما، الان این آیه من چجوری بخونم؟ داشمشتی نخونم؟ شما بگو آهنگ این آیه چجوریه؟ مثلا این آیه رو میشه عبا خواهری خوند؟ ببینید آیه 21، کتب الله لأغلبن انا و رسولی ان الله قوی عزیز. خدا حتم کرده است، خدا حتم کرده است، لاغلبن نه کی دوباره غلبه میکنه، من خدا غلبه خواهم کرد و پیامبرانم همه غلبه خواهیم کرد. ان الله قوی عزیز. آقا این آیه بار روانیش رو آدم چجوریه؟ آدم ضعیف باید با این آیه چیکار کنه؟ بگه من درک نمی کنم، چقدر جفت چیز شدی؟ چرا بعضی ها میخوان معنویت ما رو به گل و بلبل فقط ترجمه کنن؟ معنویت یعنی این، ای گلهای بهاری، ای نسیم بهار. از بهار هم ورتر نمیره، نه پاییز، نه زمستون، نه خورشید تابستون، فقط بهار لطیف. آرام ببزید بر روح تشنه ما، تندتر ببزید ما سینوزید میگیریم. حتما اینجوریه دیگه، معنویتو کی اینجوری داره ترجمه میکنه؟ آیه قرآن بخون برای معنوی شدن.
من دوست دارم شما تمسخر میکنید معنویت های کاذبی رو که دارن تلقین میکنن. انگار یه مش آدم کمبود محبت دار پیدا کردن، هی باید محبت بهش حرف بزنن تا این وابره. مدام تو قرآن کریم داره از اسماء جلالی پروردگار عالم سخن میگه، قوی و عزیز. خدا قوی است، خدا عزیز است. عزیز یعنی سخت. باید لذت ببری از این خدای قوی، خدای عزیز. تو قوی نباشی از یا خدا، تو رو خدا من با قوت شما کاری ندارم، رحمت چیزی داری بیار، ما یه کمی کمون محبت داریم، مامانمون من رو ناز نکرده، دنبال یکی میگردیم ما رو ناز میکنه، شما هم شنیدیم رحمت داری مهربونی، یا علی قوی مبی میگیم ما تو رو خدا ذره ترک میشیم، برمون کن تو رو خدا. ببخشید من همشو دارم توضیح میدم، لو میدم اینجور معنویت ها رو، اینجور آدم ها رو. فکر میکنن خدا باید اینجوری باشه. دیشب روزه رو بودی دیگه؟ بله بله. کتب الله لاغلبن انا و رسولی ان الله قوی و عزیز. تو رو خدا برو چند بار این آیه رو بخون. خدا چی میخواد بگه؟ داره چی کار میکنه با روح تو؟ لاغلبن انا و رسولی. خیلی باید محکمتر از این خوند. قرآن نسیم نیست، زلزله است. قرآن جویبار نیست، آتش فشانه. فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر این قرآن رو بر کوه نازل بکنیم، تو میبینی که متلاشی میشود کوه. نفرمود این قرآن را بر کوه نازل کنیم، میبینی چه چشمه های جاری میشود، چه گل های بنفشه ای میروید و چه فضای بهاری ایجاد میشود. این کلمات هم خدا بلد بود، اصلا خودش این کلمات رو خلق کرده. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. از تو هم میخواد اینجوری باشی. رفقا نترسید، کسی که از صلابت معنویش بخواد به کسی زور بگی، خدا پدرش در میاره. این هیچ، این یک. یک کسی رو بترسونه. امشب شب امام زین العابدین، یه داستان از زین العابدین علیه السلام برات میگم، صفا کنیم. نترسید کسی از صلابتش بخواد سوء استفاده کنه. دوم، اصلا صلابت آدم شریف و مهربون میکنه، خیلی مهربون میکنه، بیش از حد مهربون میکنه. من امشب میخوام برم مدینه سراغ امام زین العابدین، ولی نمیشه که از کوچه بنی هاشم رد نشم. میشه؟ میدونی این کوچه چه خاطراتی داره؟ علی ابن ابی طالب با صلابت رو یه مش ترسویی که تو همه جنگ ها زودتر از همه در میرفتن، تناب به گردنش انداختن، تو کوچه دارن میکشن. یهودیه سر کوچه یه نگاه کرد، گفت اشهد ان لا اله الا الله، مسلمان شد. گفتن چرا الان؟ گفت این علیه؟ یه خدای حتما هست که علی داره اونو اینجوری میفرسته به خاطر اون صبر کرده. این علی بلندشه یک نفر از مدینه رو زنده نمیگذاره. میدونید نکتش کجاست؟ نکتش اینجاست که تمام اونایی که اومدن در خونش رو آتیش زدن، خبر داشتن علی مهربانه، علی انعطاف پذیره. بگم فریاد تا روز قیامت بلند بشه. میدونستن اگر فاطمه شو جلو چشمشم بزنی
بنا نباشه بلندشه بلند نمیشه. نه ترس، بذار مؤمنین صلابت داشته باشن. صلابت اونا رو از زورگویی مستغنی میکنه، انعطاف پذیرشون میکنه. نه ترس، کسی توپش درونش ذاتش پر باشه به کسی ظلم نمیکنه. یکی از دوستان دلسوزانه صفحات زیادی رو برای من نوشته بودن که آقا تو رو خدا قانونگرایی خیلی مهمه تو کشور. فداتشم. آدمای ترسوی ضعیف قانون شکنی میکنن، آدم قوی نیازی نداره قانون شکنی کنه. قانون علیهش هم باشه قویه، میگه باشه آقا حرفی نیست، راحته. شما شبای بعد انشالله عرض خواهم کرد قانونگرایی و بسیاری از فضایل رو از چه طریقی میخوایی ایجاد کنی؟ فدات بشم، من بچه نیستم برم بالا منبر بگم تو رو خدا قانون رو رعایت کن، خواهش میکنم. این حرفا شنیده نمیشه، در تمام دنیا تجربه شده، کسی نمیشنوه. من غربو برای این تمسخر میکنم که آدم ها رو ضعیف میکنن، ضعیف ها قانون پذیر میشن. اون ارزش نداره. آدم قوی داشته باش، این قوی ها قانون شکن نخواهم بود. و بعد این قوی ها بدون این که قوانین زیادی لازم باشه هیچ کدوم تخطی نمی کنن، ظلمی کسی نمی کنن. ما داریم از یه جهان دیگه صحبت میکنیم. تو رو خدا با هم بریم جلو. فوائدش فقط معنوی یا برای ظهور نیست. بابای پیش بچهش پشت چراغ قرمز وایسه میگه ما نیازی نداریم، لاتی حرف بزنه، اگه ما نیازی نداریم عجله کنیم، برای چی اینا عجله دارن؟ ما الحمدلله همه چیمون تکمیله، پریم، ما دیگه چیزی نمیخوایم تو دنیا، همه چی داریم پسرم. این ایستادن پشت چراغ قرمز ارزش داره، شرف داره، شرافت داره. این مهم، مهم اینجا برسیم، نه اینکه از ترس پلیس وایسه یا از ترس جریمه. اون بی شخصیتیه، بی شخصیتی که به خاطر پولش وایساده پشت چراغ قرمز. بی شخصیت میفهمی یعنی چی؟ اون شخصیت داره که من نیازی ندارم عجله کنم. بابا تو همه چی داری؟ آره خدا دارم، چه کم دارم. خدا دارم، چه غم دارم. به چی میخوام برسم؟ همش تو مشت خدای خودمه، خدای خودم، خدای من قویه، میتونه بده. آقا عجله نکردی نرسیدی بردنا، کجا ببرم؟ از دنیای خدای من بیرون بره. حالا اینا رو میشه لاتی صحبت نکرد؟ معنویت که با خواهر نمیشه. نه حالا ما عجله نمی کنیم. برای چی عجله نمی کنیم؟ مردنی؟ برای که می ترسی؟ برای که ضعیفی؟ برای که زورشو نداری؟ ما داریم یه کار اساسی می کنیم ما، انشالله. بگو انشالله. آدم قوی کسی رو از خودش نمی ترسونه. آدم قوی خیلی مواظب کسی ازش نترسه، چه برسه به اینکه کسی بهش ظلم کنه. امام زین العابدین غلامش رو صدا زد، هر کی صحبت های بنده رو یک کمی تحمل کرده باشه حتما 10 مرتبه این داستان رو از من شنیده. دوباره صدا زد، دوباره صدا زد، غلامه نیومد. اومد دید بیرون در نشسته. فرمود نمیشنیدی شما؟ گفت چرا؟ آقا فرمود خب چرا جوابمو ندادی؟ گفت خب ازت حساب نمیبرم دیگه. گفتم حالا بعدم میرم. امام سجاد سر رو سجده گذاشت، شروع کرد گریه کردن. گفت خدایا ممنونتم، علی ابن الحسین رو جز به کسانی قرار ندادی مردم ازش حساب ببرن.
بعد بلند شد غلامه اومد خودشو جمع جور کنه، یه گیجش میشد. میدونست آقا خوبه اما نمیترسیدش، اما نه اینقدر. آقا فرمود غلام من تو مژده به من دادی، یه خیری تو ما هست، من عوضش تو رو در راه خدا آزاد کنم. گفت نه آقا، من آقا جون آزادت کردم، حالا الان پول و پلم میخوای حتما که کارو کسبی بزنی دیگه. وقت صلابت امام زین العابدین میدونین چقدر بود؟ صلابت امام زین العابدین، الهی من فدای امام زین العابدین بشم. ضرب المثل شده وصف امام زین العابدین تو زبان عربی. جالبه ها، ضرب المثلی که در زبان عربی وصف امام زین العابدین شده از چیست؟ از هر بچه طلبی بپرسی بهت میگه یغزی حیاءن و یغزا من محابته. چشماشو از روی حیا میانداخت پایین، از محابتش همه چشمها پایین میافتادن. این وصف امام زین العابدین چه هیبتی داره؟ غلام نمیترسه. آقا این جمع ازداده. خب بله دیگه عزیز من فدات بشم. ما داریم چیکار میکنیم اینجا؟ ما جدول ضرب که حل نمیکنیم. برای جدول ضرب که آدم ساعتی ده شب نمیشه دور خیمه امام حسین جمع نمیشه که. برای جدول ضرب که لازم نیست امام حسین شهید بشه که. جدول ضرب بود چهار تا معلم میان سر کلاس میگن تموم میشه میره. نه کربلا میخواد، نه قیامت میخواد، نه پیغمبر میخواد. جدول ضرب کرده میکنیم. اصلا همه دین بحثش جمع ازداده. از کجای دین زیباییاش هست که جمع ازداد نیست؟ کجای دین هست؟ همه دین جا انداختن دین یعنی جا انداختن جمع ازدادها. الله اکبر. از کبریایی خدا میگی بهش عشق میبرزی. بابا تو از کبریاییش حساب میبری یا عشق میبرزی؟ جمع ازداد دیگه. از همه دین جمع ازداده. آخه ما متوجه نشدیم بالاخره هیبت داشت یا طرف نمیترسید از هیبتش؟ هر دوش جمع که بکنی حل میشه مسائل عالم. تمام شد، بحث تمام شد. امام زین العابدین تو خاطراتش نوشتن تمام 30 سال عمرش رو میرفت حج، پای پیاده میرفت. بسیاری از اوقات ناشناس میرفت، بعد مردم نمیشناختن، فکر میکردن خدمتکار قافله است، چون قافله ها خدمتکار میگرفتن مزد بهشون میدادن. الان هم هست خدمتکار قافله حجن، حتی خودشون هم حج نمی کنن. بعد یه حاجی ها تو راه خسته میشدن دادم میزدن سر امام، نمیشناختن. بعضی ها که میشناختن میامدن میگفتن میدونی سر کی داد زد؟ خدمت میکرد. چی کار میکرد؟ هر کی تو کاروان آب میخواست رو بهش آب برسه. امام زین العابدین تو کاروان که شما رو میبردن خیلی بهت خدمت کردن، میخوای جبران کنی؟ آخه شما اهل بیت آدم چجوری باید توضیح بده برای خودش؟ آدم باید چجوری شما رو بفهمه؟ میفرماید هر موقع ما هر یک از ما اسرا تو کاروان شروع میکردیم به یاد حسین گریه کردن، با چوب نیزه ما رو میزدن. امام زین العابدین بهت خدمت کردن داری جبران میکنی؟ داری چی کار میکنی آقا شما؟ داری چی کار میکنی؟ شاید من چه میفهمم اون مرتبه بالا چه خبره؟ شاید امام زین العابدین تو کاروانا داره خدمت میکنه، در مرتبه معنوی خودش برگرده بگه خدایم درسته من توی کاروانی خیلی تازیانه خوردم، خیلی شکنجه شدم، ولی ببین ازت هیچ طلب ندارم. هیچ طلب ندارم. هر کاروانی به سوی تو بیاد من خدمتکارش میشم.
به خدا نمیشه، آدم طلبکار میشه. امام زینالعابدین معجزه الهیه. نگو امام طبیعتا معلومه که امام خیلی بزرگی، خب بزرگیشو ببینه، بزرگیش در چیه؟ کاروانها رو اینجوری سقایت میکرد، خدمت میکرد، قضا به اهل کاروان میداد. بعد در روایت هست وقتی امام زین العابدین با بچه ها بیرون شهر کوفه بودن، این بچه ها 2 روز قضا نخوردن. سربازان شوم یزید قضا تبخ کردن، بوی قضا به بچه ها میرسه. هی چنگ به دامن عمه میزنن، بچه های با حیای حسین، بچه های نجیب حسین. به خدا کربلا تموم نشده رفقا. داد میزدی تا قبل از عاشورا، عاشورا رخ نده، رخ داد. از الان به بعد جای گریه است، هیچی نمیگن بچه ها. حالا چرا قضا نمیدادن؟ بغض دیشب یادته؟ اون کینه ای که به علی داشتن یادته؟ میگفتن بذار بچه ها گرسنه باشن، بردیمشون شهر، دستشون رو جلو مردم دراز کنن، از مردم قضا بخورن. ما اینجوری علی رو ضایع کردیم، لهش کردیم. آخ می اومدن قضا بدن، به زور دست بچه ها قضا می دادن. حضرت زینب قضا رو از دست بچه ها می گرفت، پرت می کرد، می گفت اینا بچه های پیغمبرن، صدقه حرامه. بچه ها رو بغل می کرد. امام زین العابدین، این صحنه مال ورود به کوفه است. وارد شهر کوفه شدن، یه عده از مردم شروع کردن گریه کردن، یه عده شروع کردن هلهله کردن. دشمنای باباش علی شروع کردن جلو چشم امام زین العابدین. یه هفته توی کوفه زندان شدن، توی سیاه چالی که منتظر بودن اگه یزید بگه که ما با اسرا کاری نداریم، دیوار زندان رو خراب کنن، از اون بالا همون زیر دفن بشن. راه بیرون آمدن از اون سخت بود. شکنجه هایی که شدن یکی یکی بماند. کربلا چه وضعی رو امام سجاد علیه السلام مواجه شد بماند. وقت از تو مدینه از امام سجاد علیه السلام میپرسن که آقا کجا از همه بیشتر به شما سخت گذشت؟ فرمود امان از شام. امان از شام. نمیدونم تو شام چی گذشت به امام زین العابدین. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. عزتی که تو داری، عزتی که تو میدهی، عزتی که پیامبرت دارد در قلب ما هم قرار بده. عزت جامعه اسلامی روزافزون بگردان. خدایا دشمنان ما ذلیل و خار بگردان. مکرشون رو به خودشون برگردان. ما رو مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه قرار بده. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.